نمیدونم تحریم جدیدی هم مونده که ترامپ اعمال نکرده باشه ضد ملت ایران. خب طبیعتاً اونا تا حالا هر کاری از دستشون برمی اومده کردن. اگر بخوایم واقع بینانه هم نگاه بکنیم، بود تبلیغی داره برای خودشون. استفاده از چادر برای خانم‌های مجرم و حالا هم متهم هم مجرم، که این آی ریسیست هاست، به هر حال جامعه زنان رو می‌آزارد. چادر به سر کردن برای متهمین، نه من همین نظر شما رو دارم، درسته. یعنی کسی که همون وضعیتی که در بیرون داشته، ایشون نیومده قرار کرده، نه اصلا اینطور نیست. آی دکتر جهانگیری الان در جلسه دولت حاضر هستن. نباید اختلاف در مورد دیدگاه در مورد یک سیاست در مورد ساختار بودجه رو تعمیم داد به یک اختلاف سیاسی. به صورت فله در کیسه های گونی زیر بار از مرز پاکستان به صورت قاچاق وارد کشور میکنن. همسرشون اصلا در ایران نیست، ایشون هم یعنی با مجوز ایشون شما کار میکنید، خودشون هم حضور ندارن اینجا. آره ضد عفونی کردن محصولاتی هم که حالا تاریخ در واقع گذشته هست اینا هم خودشون انجام میدن. دو کلام با بعضی از این هوادارا که رفتن جلوی باشگاه، بابا فکر این همسایه ها رو هم بکنید. میگیم بابا جون ما همسایه هستیم، آسایش میخواییم، زندگی میخواییم، ما نمیخواییم که هر روز شلوغ بشه، اینجور سرصدا بشه. جدن همسایگی با باشگاه پرسپولیس انگار آرامششون رو گرفته ها. به نام خداوند کریم صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام، شب بخیر. تورم نقطه به نقطه رو به کاهش. اونطور که در تازه ترین گزارش مرکز آمار اومده، روند نرخ تورم نقطه به نقطه بالاخره بعد از 14 ماه سر به هوایی بالاخره سر به زیر شده و نرخ تورم در خرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل با 2% کاهش به 50% کاهش یافته. نرخ تورم ماهانه هم با 8% به کمترین مقدارش بعد از فروردین پارسال رسیده. بررسی روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات در خرداد ماه نسبت به ماه قبل هم نشون میده نرخ 7 قلم کالا مثل نان، گوشت، روغن، چای و شکر با کاهش 0.2%، هرچند با روندی کند اما به سمت نزولی شدن حرکت میکنه. ماندگاری سوم خرداد در تاریخ ایران، این بار سامانه پدافندی که شکارچی پهباد آمریکایی شد. سوم خرداد سامانه کاملا بومیه که 4 روز پیش مقتدرانه پیشرفته ترین و گرونترین هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو بعد از رهگیری هدف قرار داد و سرنگون کرد. سامانی که قادر نه تنها پهباد بلکه انواع هواپیماهای جنگنده، بمب افکن و موشک‌های کروز را هدف قرار دهد. شلیک این موشک توسط قسمت اپراتوری سامانه که از رادارهای سرچ و ردگیر و مرکز فرماندهی کنترل این سامانه هستش انجام می‌شود. برد سامانه موشکی سوم خرداد 100 کیلومتر است و تا ارتفاع 27 کیلومتری امکان درگیری دارد. پهباد آمریکایی که در فاصله 22 کیلومتری حرکت کرد برای این سامانه خیلی سهل و آسانه. با این سامانه با اهدافی در ارتفاع بیش از 27 کیلومتر نیز تست شده است. آزمایش کرد. بله بله. این سامانه قابلیت درگیری با 4 هدف همزمان توسط 8 موشک و دارا می باشد. برش سهمگین شلیک سامانه موشکی سوم خرداد که بارها برای آزمایش انجام شده بود نشان می داد که متخصصان هوافضای سپاه چندین سال برای طراحی و ساخت آن وقت صرف. این چندی پیش بود که یکی از مقامات آمریکایی مدعی شد که آزمایشات موشکی ایران فتوشاپ است و واقعی نیست. حالا با دیدن این تصاویر لاشه منهدم شده پهباد 220 میلیون دلاری آمریکایی در این فکر است که این فتوشاپ است یا واقعیت. شوخی تکراری رئیس جمهور آمریکا، از فردا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع می‌کنیم، این حرفی بود که سخنگوی وزارت خارجه اینطور بهش پاسخ داد.
والا من نمیدونم تحریم جدیدی هم مونده که ترامپ اعمال نکرده باشه ضد ملت ایران، از تحریم افراد، شرکت ها، تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی که علیه ما را انداخته. خب طبیعتا اونا تا حالا هر کار از دستشون برمی اومده کردن. این تحریم ها واقعا حالا اگر بخوایم واقع بینانه هم نگاه بکنیم بعد تبلیغی داره برای خودشون. در همین حال آمریکا که بعد جوری قافیه رو به خاطر شکار پهپاد 200 میلیون دلاریش در آب‌های سرزمینی ایران باخته، امروز خبری منتشر و ادعا کرد همون روز پنجشنبه به رایانه‌های پدافند هوایی ایران حمله سایبری کرده و اونا رو از کار انداخته. مقامات آمریکایی گفتن این حملات با مجوز رئیس جمهور این کشور انجام شده. ادعای حمله سایبری آمریکا در حالی مطرح شده که همین هفته پیش وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری خبر داد و خود آمریکایی‌ها هم از این ماجرا به عنوان شکست مفتزهانه سایبری یاد کردند. در همین حال اقدامات تخاصمی آمریکا در فضای سایبری واکنش بین‌المللی را به همراه داشته. نمایندگان بیش از 60 کشور هم در دومین کنگره بین‌المللی امنیت سایبری در مسکو هم این قبیل اقدامات آمریکا را به عنوان تروریسم سایبری یاد و بر ضرورت مقابله با اون تأکید کرده بودند. قدردانی اهالی خانه ملت از قاطعیت مدافعان وطن. جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران مقتدر و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی با کاری که در حقیقت پری روز چند روز پیش با ساقط کردن پهباد فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی‌های آمریکای جنایتکار زد. کسی که میخواد مذاکره کنه بدترین تحریم‌ها رو بر این مردم و بر این مملکت تحمیل نمی‌کنه. یه چنین دولتی که ادعای گفتگو می‌کنه گفتگوهای گذشته رو پاره نمی‌کنه و بعد همه رو زیر پا نمی‌ذاره. هیچ وقت نمیشه به یه چین آدمایی اعتماد کرد و دوباره بر میز مذاکره با یه چین آدمایی نشست. نماینده ها همچنین در بیانیه دفاع ایران در مقابل تجاوز آمریکایی ها رو تغییر معادلات نظامی در دنیا دونستن و گفتن در دفاع از ایران و ایرانی با کسی شوخی نداریم. شوخی نداریم در ارتباط با سرحدات سرزمینی با هیچ قدرتی، ولو این چون قدرت امریکا باشه. طبیعتاً موضوعات مربوط به طرح موضوعی تحت عنوان جنگ در منطقه به نظر ما با این اقدامی که رقم خورد طبیعتاً باید از طرف آمریکایی‌ها به فراموشی سپرده بشه. ملتهب کردن افکار عمومی هم در ایران هم در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی ایران هم موضوعی بود که با سقوط این پهباد و با اسقاط این پهباد به نوعی این سناریو هم به شکست انجامید. این ضد نقیض‌گویی هم که رئیس جمهور آمریکا داره انجام میده دلیل بر این است که واقعا قاطی کرده به قول خودمون، یعنی واقعا قدرت تشخیص این نوع کار در ایران در اونها وجود نداشته و باورشان نمیشد که جمهوری اسلامی ایران بتواند برترین تکنولوژی اونها در زمینه هوافضا رو ساقط بکنه. بازگرداندن اموال مدیران متخلف هم با حذف کلیات و دو ماده از طرحی با همین نام در بهارستان کلید خورد. نماینده ها در جریان بررسی جزئیات این طرح مشمولان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور را مشخص کردند. همینطور مقرر شد علاوه بر 7 نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور، هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد هم اگر اطلاعاتی از اموال نامشروع مدیران متخلف دارند به دادستان کل کشور اطلاع بدن. مجلسی ها موادی از این طرح رو هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم امروز بعد از یک هفته تأخیر برگزار شد و زلنور به جای فلات پیشه بر کرسی ریاست این کمیسیون مهم مجلس نشست.
کاهش تنش و گسترش صلح و ثبات در منطقه. شاه بیت صحبت‌های رئیس جمهور در دیدار با رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی. آقای روحانی در این دیدار گفت بسیاری از مشکلات منطقه‌ای و جهانی به خاطر دیکتاتوری و قلدرمآبی برخی کشورها به ویژه آمریکاست که ریشه در زیر پا گذاشتن مقررات بین‌المللی و حرکت در مسیر یکجانبه‌گرایی داره. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به حملات گذشته ناوهای آمریکایی به سکوهای نفتی و کشتی‌های باربری و هواپیمای مسافربری ایران، تجاوز پهپاد آمریکایی رو هم تنشی جدید از سوی آمریکا در منطقه دونست و گفت امنیت آبراه خلیج فارس و دریای عمان برای بسیاری از کشورها از اهمیته و از نهادهای بین‌المللی انتظار داریم عکس‌العمل مناسبی به این اقدام تجاوزکارانه آمریکا نشون بدن. رئیس مجلس هم در دیدار با خانم بارون با اشاره به اقدامات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکایی‌ها تلاش کردن هم نفت ایران رو به صفر برسونن و هم با ائتلاف ضد ایرانی اوضاع ایران رو متلاطم کنن، اما شکست خوردن. روایت خرازی از ملاقات با مقام انگلیسی، وعده‌های تکراری درباره برجام. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ملاقات با معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه به میرسون گفته سابقه بسیار منفی در ذهن ایرانیان درباره انگلیس وجود داره و برای تغییر چنین سابقه تاریخی منفی لندن باید گام‌های بزرگی در جهت تصحیح رفتارش برداره. خرازی گفت در این ملاقات از اینکه اروپایی‌ها هنوز هم وعده میدن اما همچنان آبی از ها برای عملی شدن برجام گرم نشده به شدت انتقاد کرده. بعد از دو هفته که 60 روز تمام میشه طبیعتاً گام‌های جدیدی رو برخواهیم داشت و بدانید که اینم جدی است. وقتی که مسئولین ایرانی تصمیم می‌گرفتن روی تصمیم خودشون می‌ایستن. ایشون هم صحبت‌های دائمی خودشون رو می‌کردن که به زودی این سکس اجرایی خواهد شد و ما همواره حمایت کردیم از برجام و این گونه صحبت‌ها که همیشه تکراری بوده، در حالی که خب دولت‌های اروپایی باعث که استقلال خودشون حفظ بکنن در برابر فشارهایی که آمریکا وارد می‌کنه. بررسی دغدغه ها و درد دل های قضای بانوان در نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان. مسائل زنان در این جهش های سیاسی واقعا دچار انقباض و انبساط میشه و این خیلی به ما صدمه میزنه. آیا صدای زنان فراوانی که به دلیل دسترسی نیافتن به یک حامی برای دریافت حداقل نفقشون ناچار میشن، من اصلا نمیگم گناه، من میگم در ضعیفترین و سختترین شرایط کاری برای سیر کردن شکم بچهشون تلاش بکنن که بچهشون گرسنه نمونه، صدای این زنها هم به گوش مراجع اعزام تقلید و مسئولین و دغدغه‌مندان قوه قضاییه میرسه. استفاده از چادر برای خانم‌های مجرم و حالا هم متهم هم مجرم که این آقای رئیسی سال هاست به هر حال جامعه زنان رو میآزارد به دلیل اینکه خب جایگاه چادری جایگاه بسیار بالایی است. آیا فقط خشونت همین مواردی است که ما از یاد میکنیم یا یک سری از مسائلی است؟ مثلا اگر که در یک شرکتی هواپیمایی گفتن که یه خانوم حق این که بخواد بچه دار بشه نداره به دلیل این که باید به این مجموعه خدمت بکنه، اینم خشونت علیه زنانه. اگر یک استاد دانشگاه کلاس درسشو گذاشت ساعت 11 شب ساعت 10 شب چون روز نمیرسه، این دختر خانم چطور برسه به جنوب شهر بره خونشون؟ این خشونت علیه زنه. چادر به سر کردن برای متهمین، نه من همین نظر شما رو دارم، درسته، یعنی کسی که همون وضعیتی که در بیرون داشته طبیعتاً باید همون وضعیت رو با رعایت همه شوناتش، رعایت حجاب و حیا و اینا که هست، اگه کسی مهریه داشته باشه و نده که حتما مستنکف رو باید نسبت بهش قانون هم میگه که این رو کسی نمیگه باید اون رو آزاد کرد. نسبت به اون کسی است که ندارد، اگر ندارد نسبت به نداشته میخواد چه بکنید؟ نفقه هم همینطوره. پیگیری درباره خبر اختلاف نظر دولت با معاون اول رئیس جمهور. سخنگوی دولت: اختلاف هست اما همکاری ها ادامه داره. ایشون نیومده قرار کرده، نه اصلا اینطور نیست. آقای دکتر جهانگیری الان در جلسه دولت حاضر هستن، الانم
سقف بودجه رو ما آوردیم رو 386 هزار میلیارد تومان. ایشون دستور صریح دادن که تمام دستگاه‌ها چجوری خودشون رو هماهنگ بکنن با این. الله ایشون نیومده قرار کرده، نه اصلا اینطور نیست. آقای دکتر جهانگیری الان در جلسه دولت حاضر هستن. الان هم سقف بودجه رو ما آوردیم رو 386 هزار میلیارد تومان. ایشون دستور صریح دادن که تمام دستگاه‌ها چجوری خودشون رو هماهنگ بکنن با این سطح بودجه و دارن جلسه دولت رو اداره میکنن. به هیچ عنوان قهر ایشون یا خدای نکرده از این چیزهایی که اصلا در شأن ایشون و سطوح بالای کشور نیست اصلا صحت نداره. نباید اختلاف در مورد دیدگاه در مورد یک سیاست در مورد ساختار بودجه رو تعمیم داد به یک اختلاف سیاسی. 5000 واحد مسکونی در چنبره دلالان سودجو. اونطور که مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس میگه دست کم 5000 واحد مسکونی در فازهای 8 و 11 به علت سودجوی دلالان از سال 95 تا حالا خالی مونده. جاودان فر به مالکان این واحدها هشدار داده فقط تا پایان تیر مهلت دارن با مراجعه به بانک مسکن تکلیف واحدهاشون رو روشن کنن. در غیر این صورت شرکت عمران در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ساکنان بلوک‌ها و در جهت حفظ حقوق شهروندی واحدهای آنها را با واحدهای با پیشرفت پایین‌تر جابجا خواهد کرد. در اومدن آمار خوش‌حساب‌ترین استان‌های کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا در نشست خبریش از استان‌های گفت که در مطالبات مالی از جمله پرداخت وجه چک و مهریه نسبت به جمعیتشون کمترین شکایات رو در محاکم دارن. در 100 هزار نفر جمعیت، مواردی که زیر 200 تا هستن، همدان 192 تا، کرمان 196 تا، سیستان و بلوچستان 64 تا. میتونیم بگیم که مردم سیستان و بلوچستان و این دو استان دیگه یعنی همدان و کرمان خوش حساب ترین مردم کشور ما هستن. بله. حالا بعد حساباش اگه بگیم یه وقت شما تیتر میکنید دیگه، اینا رو نمیگیم. وارد کنندگان تجهیزات قلابی پزشکی زیر تیغ تعزیرات. حکایت تجهیزات اتاق عملی که فله‌ای وارد و اینجا بسته‌بندی میشه. به صورت فله در کیسه‌های گونی زیر بار از مرز پاکستان به صورت قاچاق وارد کشور میکنن. خیلی راحت در واقع این داخل همین قرار میگیره و به این صورت بچسبشون برداشته میشه. رئیس هیئت مدیره شرکت که تبعه یکی از کشورهای همسایه است ادعای دیگه داره. این کالا خراب میشه، تو راه خراب میشه، یا مثلا اینا میخوای بفروشی اینش کار نمیکنه. شما میخوای دوباره یه مورد، دو مورد، سه مورد. خب به خاطر همین اضافه میاریم. یه کارتون گذاشتیم اینجا برای یک سال دو سال مصرفش کافیه. به همسرش هم خانم ایرانی که مدیر عامل شرکت، اما همسرش اصلا در ایران نیست. ایشون هم یعنی با مجوز ایشون شما کار میکنید، خودشون حضور ندارن اینجا. آره. این شرکت نه تنها از اداره کل تجهیزات پزشکی مجوز توزیع نداره، بلکه تخلفاتش بیش از این هاست. تعمیرات و ضد عفونی کردن محصولاتی هم که حالا تاریخ در واقع گذشته هستشون هم خودشون انجام میدن. اما تکلیف بیمارستان هایی که از این شرکت خرید کردن چی میشه؟ اونا هم بایستی از شبکه توزیعی که متعهد وزارت بهداشت هست خرید میکردن که این کار رو نکردن. فاکتورا رو هم داریم و به اونا قطعا مراجعه میکنیم. همه اجناس موجود در این شرکت ضبط و توقیف شد و پرونده قضایی هم تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه 1/12 پرونده های تعزیرات مربوط به حوزه بهداشت و درمانه، تعامل هرچه بیشتر میان وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی میتونه منجر به کاهش تعداد این پرونده ها بشه. کارکنان جوان نیروهای مسلح صابخونه میشن. طبق تفاهم‌نامه‌ای که امروز به امضای وزرای دفاع و راه و شهرسازی رسید، 100,000 واحد مسکونی برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح ساخته میشه. در این طرح کارکنان جوانی که خونه ندارن قرار 3 ساله صابخونه بشن. همچنین در این تفاهم‌نامه تسهیلات بانکی ارزون قیمت برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده و مقرر شده برای ساخت واحدها از ظرفیت قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های نیروهای مسلح و پیمانکاران دارای صلاحیت استفاده بشه.
پولهای مردم کجاست؟ سوال اصلی قاضی از متهمان پرونده کیمیا خودرو. در سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو که صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمان پرونده به دفاع از خود پرداختند. از مدیر عامل این شرکت که ادعا می‌کرد فقط روی کاغذ مدیر بوده، تا برادری که حساب‌های برادرش رو صاف می‌کرده اما مدعی در شرکت کاری نبوده. در جلسه امروز دادگاه نماینده حقوقی بانک مرکزی با رد ادعای متهمان پرونده که شرکتشون رو شرکتی با حسن سابقه معرفی کردند گفت نامه بانک مرکزی در تاریخ آذر 93 به پلیس نشون میده از شرکت آرتین خودرو شکایت شده و از همون موقع فعالیت این شرکت غیر قانونی بوده و علت اینکه پولها به حساب یکی از متهمان واریز میشده مسدود بودن حساب سه متهم دیگه پرونده است. نماینده دادستان هم در پایان خطاب به متهمان گفت از اونجا که ادعا میکنید اگه یکی از ما از زندان آزاد بشه پولها رو پرداخت میکنه، پس نشون میده که پول وجود داره و باید مشخص بشه پولها کجاست. آمار پلیس از افزایش کشف مواد مخدر در کشور. جانشین فرمانده ناجا از کشف 800 تنی مواد مخدر و افزایش 4% آمار کشفیات امسال خبر داده و گفته 30,000 معتاد متجاهر رو جمع‌آوری کردیم که نسبت پارسال 28% رشد داشته و این افراد تا بهبودی کامل آزاد نمیشن. ما فقط در سال گذشته بیش از 1,800,000 نفر رو در کشور تحت آموزش مستقیم قرار دادیم. بیش از 600 مرکز مشاوره و دفاتر مشاوره تو کشور داریم که مشاوره میدن به آسیب دیدگان از قبل مواد مخدر و بقیه آسیب‌های اجتماعی. و پلیس آلمان طرفداران محیط زیست رو تو گونی کرد و برد. دلیل این بازداشت‌ها اعتراض صدها فعال محیط‌زیستی به شروع به کار بزرگترین معدن زغال سنگ لینگ در غرب این کشور بود. شرکت برق آلمان که بهره بردار این معدن گفته بخشی از جنگل‌های اطرافش رو برای گسترش فعالیت در این معدن از بین می‌بره و این باعث اعتراض شدید مردم شده. این خلاصه داغ‌های مجازی امشب 23. سلام. رئیس جمهور امریکا گفته از اینکه ایرانی‌ها هواپیمای سرنشیندار ما رو ساقط نکردن قدردانی می‌کنیم. این جمله در فضای مجازی بازتاب‌های فراوانی داشته و خیلی‌ها نوشتن کار از تهدید به تقدیر و تشکر رسید. فعالان مجازی نوشتن ترامپ هم از مردانگی بچه های این مرزبوم تشکر کرد و به اقتدار ایران اذعان نبود و وقتی تهدید جاشو میده به تشکر و قدردانی و حالا فهمیدید بهترین دفاع حمله است. کاربران این روسا هشتگ های سپاه متشکریم، زنده باد سپاه پاسداران، ترامپ دروغگو، تکرار نمی کنیم، مرگ بر آمریکا و صدای مقاومت را در فضای مجازی ترند کردند و نوشتند وقتی از موضع قدرت که برخورد کنی نه تنها دشمن عقب نشینی می کنند بلکه قدردانی هم می کنند. افتاد. برخی ها نوشتند توییت بعدی رئیس جمهور آمریکا احتمالاً درباره منطق مقاومت. کاربران این صحبت ترامپ را تحقیرآمیز تعبیر کردند و نوشتند بعید نیست که امریکایی‌ها مراسم تقدیر از نیروهای ساقط کننده پهباد جاسوسی را برگزار کنند. البته برخی از فعالان مجازی 12 تیر ماه را فرصت مناسبی می‌دانند برای تقدیر از اسقاط کنندگان پهباد جاسوسی، روزی که سالروز انهدام هواپیمای مسافربری ایران است، روزی که در آن به دلیل کشتن مسافران بیگناه به فرمانده ناو مدال دادند.
فعالان مجازی با انتشار عکسهایی از سرنگونی پهپاد جاسوسی امریکا نوشتند نتیجه مقاومت یعنی عقب نشینی از مواضع، و این رو هم نوشتند چند ماه مقاومت هوشمندانه نشان داد اقتدار ایران را، و نتیجه اش شد تشکر ترامپ از ایران. برخی از کاربران هم به طنز نوشتند استنداپ کمدی جدیدم رسید، ترامپ ضمن تشکر از ایران برای شلیک نکردن به یک هواپیمای با سرنشین گفته تحریم‌های شدیدتری علیه تهران اعمال می‌کنه. کاربری هم با انتشار این عکس به طنز نوشت ترامپ درخواست وی آر کرده ببینه واقعا ما درست زدیم توی هدف یا نه. احفاد کهنه می‌خریم، آرکیوسر 70 سالم می‌خریم. و یکی دیگه هم نوشت منتظر بود زنگ بزنیم بهش که پهپادشو زدیم. ایرانیان بالاخره زنگ زدن. درمان قطعی ریزش مو دکتر. کاربران متحیر و متعجبن از حرفای زد و نقیز ترامپ و نوشتن دقیقاً فاز ترامپ چیه؟ از یه طرف بابت ساقط نکردن هواپیمای با سرنشینش از ایران تشکر میکنه، بعد میگه دوشنبه تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران امضا میکنیم. این آدم اگر یک دلقک نامتعادل نیست پس چیست؟ کاربران نوشتن این فتوشاپ بود تونست پهپاد 200 میلیون دلاری آمریکا رو بزنه، اگر واقعی بود چی کار میکرد؟ ماشاءالله. فعالان مجازی نوشتن آیندگان خواهند نوشت پهپادی شکار کردیم تو دوره‌ای که شکار پهپاد مد نبود، و هشتگ زدن دوران بزندرو تموم شده و اینجا ایران است، اگر عقابی بخواهد در آسمان ایران به پرواز در بیاید باید پرهایش را به ایرانی ها باج بدهد. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. رصد تازه‌ترین خبرها و حاشیه‌ها از باشگاه‌های سرخابی پایتخت و هواداراشون در خارج از گود این هفته. بله، استراماچونی ایتالیایی هم رسماً کارش رو با استقلال شروع کرد، مثل همیشه با استقبال گرم و کلی عکس و فیلم. خبرنگارا هم قبل از هر چیز بهش گفتن قول میدی استقلال رو قهرمان کنی؟ قول قهرمانی نمیدم، چون نمیخوام حرفی بزنم که نتونم انجامش بدم، اما این قول رو میدم که استقلال بهتر بشه. خیلی با سیاست جواب داد، شاید نگران مثلا فرصت کافی بهش ندن، مثل شفر مربی قبلی که رو دست بالا پایین مینداختنش بعد یهو برکنار شد. خلاصه آلمانی که جواب نداد، حالا ببینیم ایتالیایی چه میکنه. به رسم ادب من میگم این سوال رو ترجمه کنم، اما برانکو یهو پرسپولیس رو ول کرد رفت و هوادار از دست مسئولان باشگاه شاکی شد که چرا گذاشتین بره. همه قول و قراراتون درست، همه کارهای تو شما درست، هوادار شما و هیئت مدیره رو نمیخواد، شما کارتون درست نمیخواد. اما باشگاه باید چی کار میکرد؟ برانکو طلبش رو میخواست که آماده کرده بودن. اون مبلغ رو به صورت عرض آماده کردیم، اعلام کردیم که این مبلغ هم در تهران هم در امارات قابل پرداخت هست، پس باشگاه به وظیفه خودش عمل کرده. بعد که گفتن بیا پولت رو بگیر و دیگه بهانه‌ای برای رفتن نداشت، روک گفت آقا فسخ کنید قرار دادن رو. ایشون از اون به بعد دیگه پاسخی رو به باشگاه ندادن تا اینکه دیشب اعلام شده که ایشون با باشگاه الاهلی بستن. چرا؟ واضحه، چون وقتی پای پیشنهاد نجومی اومد وسط گفت پرسپولیس و هوادار چیه؟ چسبید به پول مفتی که الاهلی عربستان بهش پیشنهاد داد. بگذاریم، حالا مربی جدید پرسپولیس کی معرفی میشه؟ ما فکر میکنم ظرف دیگه شنبه یک شنبه نتیجه نهایی رو به اعلام خواهیم کرد. بعد دو کلام با بعضی از این هوادارا که رفتن جلوی باشگاه. بابا فکر این همسایه ها رو هم بکنید. میگیم بابا جون ما همسایه هستیم، آسایش میخواییم، زندگی میخواییم، ما نمیخواییم که هر روز شلوغ بشه، اینجور سرصدا بشه. جدن همسایگی با باشگاه پرسپولیس انگار آرامششون رو گرفته ها. آدرس ما @irib_news. شب شما بخیر. اموالی که مربوط به مردم هست، مربوط به بیت المال هست،
و با سوء استفاده و به طرق نامشروع به دست اومده برای اون افراد، این اموال به بیت المال به مردم در واقع برگرده. باید اطلاعات به همراه مستندات قانونی که قانون پسند باشد و قانون بتواند در رابطه با این مستندات حکم صادر بکنه. تر به نظر من میتونه به آسیب فساد اقتصادی رسیدگی کنه. اموال نامشروع زیر ذره‌بین قانون. بهارستانی‌ها اصل 49 قانون اساسی را احیا کردند. آیا مصوبه امروز مجلس کمک می‌کند اموال انباشته شده از راه‌های غیرقانونی به بیت المال بازگردد؟ تا فردا شب خدا نگهدار.